اعتراض به چاپ نشدن عکس تنها مدال آور المپیک افغانستان در کتاب درسی. شماری از فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی از نام برده نشدن و چاپ نشدن عکس روح‌الله نکپا تنها مدال آور المپیک افغانستان در کتاب درسی فرهنگ اعتراض کردند. در این کتاب عکس برخی ورزشکاران مطرح دیگر افغانستان چاپ شده است، اما از هیچ ورزشکار نام برده نشده است. برخی معترضان گفتند که عکس آقای نکپا به دلیل تعلق او به قومیت هزاره در این کتاب چاپ نشده و از او نام برده نشده است و آنها این کار را به نهادنسازی تبعیض از طریق سیستم آموزشی و کنترل گردش آزاد اطلاعات از مجاری دولتی خواندند. جزئیات این مطلب را از پگا با هم میشنویم. با سلام مجدد خدمت تمام بینندگان عزیز چینل پگا. با امید این که جور و سرحال باشی، شما را به یک ویدیوی جدیدی که در این روزها در رسانه های اجتماعی سر و صدای زیاد را براه انداخته است جلب میکنم. این سر و صداها و انتقاد از سیستم تعصب بار کشور ناشی می شود که در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی و سیاسی رخنه کرده بانه‌ها را بیمار ساخته است. از تقلب در انتخابات، استخدام ها در امورات کشور، سهمیه بندی کانکور، تعیین والی ها و ولسوالی ها تا قهرمان سازی یک قوم خاصی را زیر پوشش گرفته است که متاسفانه این امر ریشه در درازای تاریخ دارد. این بار در کتب رسمی مکاتب از فردی که باید به عنوان نخستین مدال آور کشور یاد می شود نام برده نشده است و باز بوی تعصب بالا گرفته به شخص دیگری که از تبار خاصی است به عنوان اولین مدال آور کشور شناخته می شود. با این که افتخار آفرینی هر یک افغان در عرصه اجتماعی افتخار و سرفخری تمام ملت افغانستان است، اما تأسف بار اینجاست وقتی داخل خود کشور می شویم این افتخارات را آنقدر کوچک می سازیم که برای خود قهرمانان من توهین آمیز است. این بار روح‌الله نکپا قربانی این تعصب شد و نام او که باید در نخستین مدال آور افغانستان یاد می شود هرگز یادآوری نشده است. در کتاب سابق افغانستان قهرمان سازی ها از قام خاصی بود و ملیت های دیگر در غبار فراموشی سپرده شده بود. در این ویدیو واکنش تند کاربران اجتماعی را با هم میشنویم که حتی این انتقاد در صفحه بی بی سی نیز بازتاب گسترده یافته است. شماری از فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی از نام برده نشدن و چاپ نشدن عکس روح‌الله نکپا تنها مدال آور المپیک افغانستان در کتاب درسی فرهنگ اعتراض کردند. در این کتاب عکس برخی ورزشکاران مطرح دیگر افغانستان چاپ شده است، اما از هیچ ورزشکار نام بردن نشده است. برخی معترضان گفتند که عکس آقای نکپا به دلیل تعلق او به قومیت هزاره در این کتاب چاپ نشده و از او نام بردن نشده است و اینها این کار را نهادنسازی تبعیض از طریق سیستم آموزشی و کنترل گردش آزاد اطلاعات از مجاری دولتی خوانده است. میرویس بلخی وزیر آموزش و پرورش معارف افغانستان اما در واکنش به این اعتراض ها در شبکه های اجتماعی در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که نصاب جدید تعلیمی آموزشی زیر کار است. او افزوده که ورزشکاران متعلق به همه افغانستان هستند و آن را قربانی برداشت های سلیقه‌ای خود نکنید. روح‌الله نکپا تکواندوکار افغانستان در بازی های المپیک 2008 پکن نخستین و تنها مدال آور المپیک را برای افغانستان کسب کرد. آقای نکپا در بازی های المپیک 2012 لندن نیز در رشته تکواندو با شکستی حریفان از پولند، لهستان، جمهوری آفریقای مرکزی و بریتانیا توانست برای دومین بار با مدال برنز بازی های المپیک لندن دست یابد. نثار احمد بهاوی ورزشکار دیگر افغان که از او در این کتاب نام برده شده و عکس او نیز چاپ شده است هم در المپیک لندن حضور داشت ولی به دلیل مصدومیت شدید نتوانست مدال بگیرد، اما مقاومت سخت‌سختانه برغم مصدومیت سبب شد که شماری از رسانه‌های غربی و از جمله روزنامه دی ویلت آلمان او را شجاع‌ترین ورزشکار المپیک لندن لقب دهند. تقی امینی یکی از کاربران در فیسبوک نوشته است که تبعیض علیه هزاره‌ها پذیرفته شده، عرفی و قانونی است.
دیدشان نسبت به هم سنفی هزارهشان، همسایه هزارهشان و همکار آینده هزارهشان به همین ترتیب شکل میگیرد. یعقوب یسنا نویسنده افغان به عنوان غفلت یا تعصب در صفحه فیسبوک خود نوشته که در تاریخ آموزش و فرهنگ هر جامعه و کشور اشتباه و تعصب وجود داشته است، اما جامعه ها و کشورها اشتباه های خود را اصلاح کردند و تعصب های خود را کنار گذاشتند. او افزوده ورزشکاران افغانستان از هر قوم و قبیله عزیز و گرامی هستند و متعلق به افتخارات تاریخی ورزش افغانستان هستند. مدال مسابقات المپیک تکواندو سال 2008 را روح الله نکپا برای افغانستان آورد و در سایت جهانی تکواندو و عکس کسب مدال روح الله نکپا موجود است. اما در کتاب فرهنگ صنف کلاس 11 وزارت معارف با وصف ذکر کسب مدال تکواندو و سال 2008 از روح الله نکپا یاد نشده است. شخص دیگری نوشته است که کتاب تاریخ دوره مکتب را باید دارید. از بعضی ها با القاب امیر، غازی، بابا، ملکه و و غیره یاد می شود. از بعضی دیگری با القاب تمسخر آمد چون بچه سقاو یاد می شود. و از بعضی شخصیت های تاریخی گروه های قومی خاص اصلا یاد نمی شود. شما در مورد فیض محمد کاتب، سلطان علی کشتمن، طاهر بدخشی در مکتب چیزی خواندید؟ بر اساس همین تاریخ مدال‌های رسمی دولتی ترتیب دادند، مانند مدال ملاله، مدال میر مسجدی خان، محمد اکبر خان، محمد ایوب خان و غیره که باز هم فقط به نام شخصیت‌های یک قومند. این مثال‌ها یک روند درشت مشاهده می‌شود و این که شخصیت ها و تاریخ یک قوم بر اقوام دیگر تحمیل و تاریخ و فرهنگ دیگر اقوام عمدن حذف گردیده است. شاید حتی جوانان کاپیسا و پنشیر با استناد به همین کتاب تاریخ امروز به امیر حبیب الله کلکانی بچه سقاو بگویند. شاید امروز جوانان هزاره و ازبک و ترکمن از شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاست گذشته خود چیزی ندانند، ولی در عوض همه پادشاهان و شعرا و مورخینی که در کتاب مکتب یاد شده بشناسند. این حذف فرهنگ و تاریخ با حذف فیزیکی پیوند دارد. در واقع این حذف فرهنگی میتواند زمینه ساز حذف فیزیکی شود. این موارد را جدی بگیریم. حتی در بعضی موارد جدیتر از حذف فیزیکی چند تنمان. به مراجع رسمی مانند وزارت معارف و اطلاعات و فرهنگ شکایت نامه بنویسیم و اقدامات عملی بطلبیم. در این مورد موضوعات بنویسیم و کمپاین های اعتراضی و آگاهی دهی برای اندازیم. اما واکنش وزیر معارف افغانستان. وزیر معارف آموزش و پرورش گفته است که ورزش و قهرمانان ورزش افغانستان از دستاوردهای قابل افتخار کشورند. در کتاب‌های آموزش جدید کشور به علاوه سایر افتخارات تاریخی و فرهنگی، انواع ورزش به خصوص بازی‌های محلی و چهره‌های افتخارآفرین ورزش‌های بین‌المللی برای نسل امروز و فردا معرفی خواهند شد. آقای بلخی تأیید کرده است که با بازنگری کتاب‌های درسی مکاتب، کتاب‌های موجود از سیستم آموزشی خارج خواهند شد. وزیر معارف افغانستان با انتقاد از برخی نوشته است نیکپاها، بهاویها و راشدخانه‌ها را قربانی برداشت‌های سلیقه‌ای خود نسازید. اینها متعلق به افغانستان هستند و چهره‌های واقعی گذار به سوی آینده یک افغانستان توسعه یافته. معارف از همه و برای همه است. نوریان نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان نیز گفته است که این کتاب از مضمون‌های اختیاری مکتب بود و به دلیل اشتباهات پس از ارزیابی چاپ آن قبلاً و تدریس آن نیز در سال جاری متوقف شد. او با اشاره به این که بازنگری کتاب‌های درسی ادامه دارد نوشته که دادخواهی و حق طلبی حق شهروند است. ما نیز اشتباهات در کار خود را می‌پذیریم، اما تلاش برای دامن زدن تبعیض، تعصب و سیاسی ساختن معارف بدون داشتن آگاهی زشت است و عاقبت خطرناکی به دنبال دارد. اما در کتاب درسی چی آمده است؟ در درس 28 صفحه 177 کتاب فرهنگ کلاس صنف 11 هم درباره دستاوردهای ورزشی این کشور از دانش آموزان پرسیده شده که آیا میدانید جوانان ما در رشته تکواندو و مدال برتر را در سال 2008 میلادی نصیب کشور ما ساختند؟ در ادامه درس آمده که در مسابقات منطقه‌ای سال 2008 اندونزی
4 ورزشکار کشور شرکت کردند که در نتیجه موفق به گرفتن 1 مدال طلا و 1 مدال برنز شدند. در این بخش بدون اشاره به اسم ورزشکاران مدال آور آمده که در سال 2008 در مسابقات المپیک چین ورزشکاران افغان موفق شدند که در رشته تکواندو برای نخستین بار در تاریخ کشور صاحب مدال برتر شوند. در این فصل همچنین به دستاورد افغانستان در عرصه ورزش کرکت اشاره شده و آمده که این تیم در سال 2008 در 3 مسابقه در نیوجرسی آمریکا، بریتانیا و تانزانیا و مسابقات آسیایی به مقام نخست دست یافته است. در این صفحه عکس نثار احمد بهاوی با لباس تکواندو و نیز عکس حمید حسین از بازیکنان تیم کرکت افغانستان نیز چاپ شده است، اما از این ورزشکاران هم نام برده نشده است. درباره اهداف کتاب نیز آمده است که بعد از تدریس آن باید وحدت و همبستگی ملی و سراسری بین مردم تحکیم هرچی بیشتر یابد. در این بخش همچنین آمده است که با این کتاب باید روحیه احترام به فرهنگ‌های گوناگون مردم در شاگردان تقویت شود و شاگردان به فرهنگ تمام گوشه و کنار وطن آشنا شوند. فهم دانش آموزان درباره فرهنگ‌ها توسعه یابند و آنان بدانند تا فرهنگ مردم و کشورش را در سطح جهان معرفی کنند. تشکر و سپاس از این که بیننده چینل پگاه هستید و ما را در راستای بهترسازی چینل تا هنوز همکاری نموده اید. امید که همیشه بیننده ویدیوهای ما باشید. پیشنهادها و نظرات خوبتان را در بخش کامنت با ما شریک ساخته تا بتوانیم ویدیوهای بهتری را برایتان عرضه نماییم. تا آماده و نشر ویدیوی بعدی، ایام به کامتان و زندگیتان سرشار از خوشی باد.